ادامه برنامه بازم خوش آمدین جناب استاد خوش آمدین صبحتان بخیر ممنون تان با امداد شما هم کارهای تلویزیون تان و تمامی بینده عزیز نیکوبات بات که روز خوبی را رو آغاز کرده باشیم خیر اگر آغاز بکنیم چگونه میشه که بالاخره به خداگاهی برسیم چگونه میشه که از این سرگردانی نجات پیدا بکنیم از این خود بیگانگی نجات پیدا بکنیم خود را بشناسیم و از تاریخ پند عبرت بگیریم و در, در, اصلاح خود در تغییر خود خود ما کوشا باشیم از خود شروع بکنیم پیش از اینکه دنبال راه دیگرا دیگر باشیم دنبال راه اهداف دیگران که چه به ما نداره باشیم سالها دل طلب جام جم از ما می کرد تا آنچه خود داشت بیگانه تمنا می کرد حافظ بزرگ این شعر را گفته مورد مهمی را که باید تذکر بدیم است که آدم ها باید اول بدانند که یعنی یک خودشناسی عمیق پیدا بکنند خداگاهی بدون خودشناسی حاصل نمیشه یعنی باید بفهمن که کی هستن چه ظرفیتی دارن چه توانایی دارن و کجا میرن به چه منظور خلق شدن و راه و رویکردی که بتانن به این باور و ایده اینا برسن باید آموزش ببینن آموزش با کیفیت با رویکرد و روش های بروز و بخردانه که از خانه آغاز مکتب تا دامش بده و همچنان به دانشگاه که به عنوان منزلگاه کمال بتونه نخستین کاری که بتونه یعنی دیگه راه حل شلم دانش از جناب استاد نه ای همه ای کار نیست اه. فقط بخشی از کار است ببینید در کتابای دنیا نخستین متن و محتواشون در ارتباط به خودشان است مثلا اسرائیلی میگه من میجنگم نخصین متنی که در کتاب سمت اول اسرائیل نوشته است همین من میجنگم من با دشمن میجنگم آمریکایی میگه من فوتبال بازی میکنم ژاپنی میگه من به پدر و مادرم خدمت میکنم بحث من مطرح است همه آموزش ها چگونه میشه که از نهاد برای و چی کارهایی باید صورت بگیره بله منظور است که از من آغاز شده ولی در کتاب ما نوشته میکنن به بابا بابا باغ داره باغش هم بلبل داره بیلم داره کاف کالا مادر کالا یا تی توپک توپک جاد کن این پیش از اینکه که ای کودک باید در مورد من خودش بفهمه در مورد هویت و جایگاهش بفهمه کی کی است در مورد بل و بلبل بابا میفهمه این به این ای که همه چیز هم میفهمه الا خودشه و کسی که خودش را هیچ چیز نمیفهمه بیاین بگین از, از ما گفتم نهاد برام خانواده چیگونه فضای باید حاکم باشه که براس بالاخره از این دوران طفولیت دیگر یک کودک بدونه و برسه به خود آگاهی اول به تمامی پرسش های کودک باید پاسخ های عقلانی داده شود و او پدر مادری که نمیتونن پاسخ بدن لطف کنن خاموش بشینن مم. یک نقطه و نقطه دومی که به کودک تلقین نکنن تاسف جایی ما به این تاسف میکنیم که مادرها میخوان دخترشون همچون خودشان باراین و پدرها میخوان که فرزندشون همچون خودشان داله که آدم ها مثل استاد یا پدر یا مادر خود بیان فقط مثل آنچه که میشن باید بار بیان مم. و به با اینا باید آزادی و مجال تفکر و تحلیل داده شود آزادی و مجال پرسشگری داده شود. در واقع فرصت های داده شود که تا اینا پیجوشگر باراین ایره برنامه و درامه های تلویزیون میتونه کمک بکنه که به این وضعیت برسن و از او پس مکتب در زیاد نقش داره <متصف> امروز ببینید بیشتر متون ما و فضایی را که در صنف مکتب ما داریم به او شکلی نیست که کودک ها و شاگردها شاگرد بتوانند به او خداگاهی برسن <متصف> چون اول متون مرتبط به خودشناسی نیست ما هم یک متون بسیار کم داریم حالا اینجاست استاد که خود را مانده ایم کشور خود را مانده ایم میریم یک دو، دورترین نقطه جهان بیرق از کشور را بالا میکنیم یا از رهبرشان میگیم زنده باد و مرده در حالی که هیچ وقت از خود پرسان نکردیم که ما کی هستم از کجا هستم مسئولیت ما چی است ما چه ربطی دارم با اونجا هر کشور منافع ملی خود را داره اصول و ارزش های خود را داره هر رهبر برای کشور خودش رهبر است نه به تمام دنیا بر ما رهبر ما خوب هست برای افغانستان که ما دنبال روش باشیم یا انتقادش کنیم یا بالاخره تعریفش بکنیم چرا از خود بیگانه شدیم چرا دنبال روی دیگرها هستیم چرا بیرق دیگرها را بلند نکنیم چرا بیرق خود بلند نکردیم چرا از خود نگفتیم خلق را تقلیدشان برباد داد ای و صد لعنت بر این تقلید باد ببینین امور روی کارت‌ها و روشهایی که ما در خانه داریم با امور روش ما فرزندان رو بار میاریم هرچی که شما شهروندای بزرگسال می‌بینین افرادی هستن که از خردسالی در خانه تو بار آمدن ما به همش فریادی رو بلند کردیم که آزادی بتین با فرزندانتون در خانه معلم باید آزادی رو در مکتب بده بخوای اینا پیجوشگر و نواور و خلاق و در واقع حالا, حالا استاد امی آزادی تو چه حد باشه دیگر سوء استفاده از آزادی صورت نگیره ببینین اگر شما یک فرد را عاقل بار میاره او هیچ وقت از آزادی سوء استفاده نمی‌کنه. از آزادی یا غیر آزادی کسایی سوء استفاده میکنه که نه عاقل نیستن چرا وقتی یک فرزند آلمانی ده دقیقه دیر بیا پدر اجازه جستجو نمیکنه کجا میری چون میفهمه فرزند خود عاقل بار آورده و این ده دقیقه امکان نداره کار نادرسته کرده باشن. ولی در اینجا یک فرد دو دقیقه جدی میگیره تو کجا بودی برای چی دیر کردی چون باور نداره اعتماد نداره و فرزند خدا آنقدر راقل بار نورده که بتونه به او اعتماد بکنه فضای به را فضای دروغگویی را خود خانواده میمونن زمانی که کودک چیزی را دست مادر خود میبینه میگه بده مادرش رو پشت سر خود میگیره میگه پشک خوردش همینجاست که چشم سفیدی و دروغگویی را یاد میتن به را یاد میتن درست است و مکتب بتونه باید به این رشد در واقع عقلانی کمک بکنه ما متن و محتوای جدید باید ایجاد بکنیم ما نیازمند یک انقلاب فکری و علمی هستیم ما از لاز دین به شدت دنبال رو هستیم ببینید امروز کسی به خود اجازه نمیده یک تا تحلیل نو از دین بکنه و حتی بکنه در محکوم است متهم است شاید هم کشته شود ما از لحاظ سیاسی کمتر کسی رو داریم بیا گپ نو بزنه حرف نو بزنه روش جدید ایجاد بکنه یا ما دنبال رو قوم هستیم یا حزب هستیم یا گروه هستیم یا یک فرد هستیم آنچه که ما میگیم خوشبختی ایجاد میکنه پیروی و دنبال روی از جمع و حزب و گروه نیست بلکه دنبال روی از خرد است و این خرد باید در کانون خانه مکتب و دانشگاه رشد پیدا کنه همه چیز از نهاد برام خانواده دیگر شکل میگیره دیگر راهکارها در چی بوده میتونست در پالوی خانواده برنامه‌های شما و برنامه‌های رسانه‌ها بسیار نقش آنچه که شما تهیه میکنه شاید یک شاگرد چند ساعتی به حضور معلم خود باشه ولی ساعت ها پای تلویزیون نشسته هر چه تو تقدیم میکنی جز شخصیت از اون میشه مم. هر چه که آموزگار در مکتب میگه جز شخصیت از اون میشه آنچه که در متن محتوای دانشگاه از جز شخصیت شاگرد میشه حالا برنامه برای امروز مختص ساخته این بر همه موضوع خودآگاهی شما حملات کردین دعوت ما تشریف آوردین میگین در مورد خودآگاهی کسانی که همین بیننده ما هستن. اینا چیگونه میشه که واقعا همه گفتار دیگر پیاده بسازن و دیگر برسن به خداگاهی و خود را بشناسن چیگونه میشه بعضا میگن کمی صحبت کردن ساده است ولی عمل کردنش باز کار دشوار اول باید مطالعه کنن با کلی خالی به هیچ چیز آدم نمیرسه نه به خداگاهی نه به غیر آگاهی نخستین رایز به تمام شهروندان میگم همین اکنون برنامه کنن برن از یک کتابخانه کتابی بخرن و بخوانن. و ای را به عنوان فرهنگ خود بسازن و ای را تداوم ببخشن یک نقطه نقطه دوم از بود روانشناختی گفته میشه که امروز فرصتی را برای تحلیل و تفکر پیرامون خودتان اختصاص بدین پیرامون خدایتون اختصاص بدین مدیتیشن بکنین به خلصه برین تحلیل و تفکر کنین بدون کتاب بدون هیچ چیزی ما برای چی آفریده شده ما به کجا میریم ما چه ظرفیتی داریم چه ظرفیتی نداریم چگونه میتونیم چنین ظرفیت های ایجاد بکنیم چرا دیگه پیشرفته هستن ما پیشرفته پیش نیستیم بل. با این فرصت تفکر و تحلیل و با این پرسش و در واقع پاسخ های عقلانی رو که ما پیدا می کنیم نتیجه رسیدم که یکی یک از عوامل امی همه پسرفتگی ما پس ماندگی ما در که ما به خداگاهی نرسیدیم دقیقاً بله یک رهبر خوب یک وزیر خوب یک دانشجوی خوب یک رسانگری خوب باید خودش را بشناسه ما تا خدا نشناسیم خدا رو نمیشناسیم حالا چرا جناب استاد دنبال احساسات و عواطف هسته. بیشتر احساسی و عاطفی برخورد میکنیم درگیر احساسات کاذب و دروغین هستیم عقلانی برخورد نمیکنیم نمیریم به طرف عقلانیت و خردگرایی مثلا میگیم که همه ما مسلمان هستیم در کشور که یک مشکل میشه ما هم دردی احساس میکنیم بیرقش بلند نمیکنیم. در حالی که همین کشور که سبا روز جنجال در کشور ما ایجاد میشه و فریاد ما نمیرسه هر کشور دنبال منافع خود هست ما کشور خود را فراموش کردیم هویت خود را فراموش کردیم مشکل خود را فراموش کردیم میرم دنبال رو احساسات عواطف کاذب و دروغین اقلانیت را فراموش کردیم در حالی که عقل حکم میکنه که تو کی هستی چرا خلق شدی در کجا خلق شدی مسئولیت تو چی هست هویت ملی تو چی هست و چه باید بکنی اول بعدش مراحل بعدی مطرح ببینید ما ت... نه تنها در چرا میگیم در... ما از یک قوم هستیم والا با یک زبان گپ میزنیم کل ما مسلمان هستیم نه تو در شوه تو از کدام کشور هستی چه منافی ملی تجاب میکنه غرور ملی چی هست استقلال سیاسی چی هست قانون اساسی چی هست امنیت ملی چی اصول چی میگه ارزش چی میگه اول تو را پیاده کو و دنبال از او برو نه دنبال احساسات عواطف کاذب ببینین ما در طول تاریخ در میادین نبرد نظامی برنده بودیم برای همیش بردیم بردیم ولی در نبرد های فکری ما باختیم ما در تمامی ما در هیچ جایی نداریم که از لحاظ علمی ما برنده باشیم از لحاظ فکری کشورهای بیگانا نه تنها که از لحاظ نظامی اینجا دایم جنگ رو انداختن از لحاظ فکری و علمی هم کتب و متن و محتوای را ایجاد کردن و همی اکنون کتابخانه‌های ما پر است که مردم را به سوی بدبختی سوق میته. ایده و اندیشه رو برش میده که خودش تبا بکنه خودش نشناسه ببینید یکی از استادای ما که خیلی بزرگوار است از نظر همه ما در که چی خود نوشته بود در آدرس فیسبوکی خود که مردم و افغانستان و دولتش در قبال حوادثی که در عربستان اتفاق افتیده به وجه اماکن مقدس باید م... مسئولیت خود ادا بکنن و نقش خود ببینین ما فکر میکنم از انسان که هیچ پدیده مقدس نیست, نیست. مقدس ترین پدیده مخلوقات انسان مخلوقات وقتی که اینجا خونش میریزه و گروه گروه همچون گوسفندا قتل میشه هزاران انسان در کشور ما از بین میره کدام کشور اسلامی روز به داد ما و امی بزرگوار... که ما بخورم اون از اونها را بخورم امی بزرگوار نوشته نمیکنه که انسان مقدس است پیش از اینکه هر سنگ و گل دیگه ای مقدس باشه باید مردم و دولت ما در قبال این این مسئولیت ادا بکنه ولی گفتم عمو محتوایی که ما خواندیم تغذیه کردیم هر غذایی که ما میخوریم اندام ما را شکل می‌ده. و هر چیزی که ما میخوانیم ایده و اندیشی ای ما را شکل می‌ده. با تاسف قصخانی پشاور و سایر منابع بیرونی آه. کتب رنج ایجاد کردن که واقعاً امروز پدر حکم تکفیر فرزندم تا فرزندم حکم قتل پدرم. میده دیگه خودکشته می بله ما از لازم از لازم دینی از لازه سیاسی به شدت تفرقه و بخش بخش شدیم و همین شده که ما کوشش میکنیم که ما خود ما بتونیم یک باز تعریف از ایدا مطرح میشه بیشتری شری داشتیم به نهادهای آموزشی مکاتب پهنتون ها این همه رسالت های دارن که باید آگاهی دهی بکنن رسانه ها شما شری داشتین حالا اگر اینا بر رسالتشان پی نبرن و درست وظیفهشان را انجام ندن دیگر ما زمانی که میریم به خاطر فراگیری آموزش به همین نهادهای موزیشی دیگر چی فایده دارن؟ هر کی نام از گذشت روزگار نیز ناموز از زیچ آموزگار امی تاریخ باید ما از این تاریخ درس بگیریم و اگر انسان های یک جامعه عاقل میشن میخوانن میفهمن انسان گونه زندگی میکنن خوشبختی را میتونن تجربه بکنن و اونایی که برای همیشه باز گوسفندوار تقلید میکنن هیچ وقت به خود نمیان به ظرفیت خود به جایگاه خود به شخصیت خود پای نمیبرن و اهداف زندگی چرایی زندگی و چیزیش پای نمیبرن اینا برای همیش در اون چاله و چنبه های زندگی گیر میمانن که ما با تصمیم روز شاهدش هستیم ما بر همه کار میکنیم الا به خود ما ما همه چیز میدونیم الا خود ما را ما برای همیش داد و فقان و فریاد ما بیرون شده در چیزایی که اصلا مرتبط به منافع ما نیست ما عوادس احمد کشورهای دنیا را تقبیه میکنیم الا خود ما و به بخ... ب... خود دل سوزانیم و به خود فکر نمیکنیم که مشکل خود حل بکنیم میریم یک گادسه در کشور دیگه و رو تقبیه میکنیم بیرقا رو بلند میکنیم اما هیچ وقت تقبیه نکردیم که در کشور ما چی میگذره باید برای حلش فکر کنیم فرایند زندگی نابخردانه خانواده مکتب و جامعه ما را همین شکل بار آورده ببینید یک شهروند آمریکایی چینی نیست یک شهروند روسی چینی نیست و یک شهروند انگلیسی و یا آلمانی چرا خانواده آلمانی مکتب آلمانی جامعه آلمانی رسانه آلمانی را خیلی بار آورده ایره شیار برای شما مختک تو آلمانی هست فکری دیگر میشه ایجاد شد تحولات مثبت دیگر چیگونه میشه ایجاد شد ما گفتیم نهات های و پژوهشی ما باید از نو ایده تولید و باز تولید در خور حال شرایط اجتماعی و جامعه ما نقطه دوم از تحقیقات جدید دنیا میتونیم استفاده بکنیم امروز بسیار عالی است که منابع تحقیقی دنیا فقط یک کتاب بسیار قیمت ارزان داره ما میتونیم دولت یا خود ما خریداری بکنیم را بخونیم فرهنگ کتابخانه ایجاد بکنیم باور کن هر نابهنجاری هر ناخلفی و اشتباهی که میبینین از یک انسان نادان است <applause> و گاه خود بسیار ادعای ماستری و دکترا و ادعای فهم و دانش دارن منظور به اون نیست منظور اون فهم عمیق انسانی که واقعا از رای درس دانش ایجاد شده من بسیار خرسند خاط شدم که اگر شما یک کتاب را نام ببرین که همه بیننده ها و من استفاده بکنم و بالاخره بی افزای بمی به عنوان مثال یک کتاب از یک پژوهشگر آمریکایی به نام دکتر ویندایر میگه خود مقدس شما شما این کتاب رو پیدا کنین بسیار عالی است بسیار از که به شما داره کتابی دیگه دیگه داره به نام برای هر مشکل راه حل معنوی وجود دارد شما میتونید با استفاده او را در واقع بخونید این حل معنوی چی است امروز بحثی از به نام پاراسایکولوژی یا فراروان شناسی در بحث فراروان شناسی بیشتر غربیات درک کردن که با ماده و فرهنگ مادی نمیشه به نیازهای روحی و روانی انسان قرن 21 پاسخ داد اینا رو آوردن به معنویت البته نه به معنویت غیرعقلانی که ما ادعا داریم به معنویت در واقع عقلانی یعنی آنچه که تقدیم خدا میکنن عاقلانه و است چطور استاد میشه که با هویت ملی خود چنگ بزنیم یک مقدار وطن پرست شویم پیش از اینکه بریم دنبال درگیر احساسات و شویم خود را بشناسیم سر هویت خود افتخار بکنیم سر خاک خود بالاخره باید سر خود را بتیم. گذشته از اینکه چه حوادث رخ داده امروز در دنیا میگذره سر افغان بودن و بالاخره یک از افغانستان هستیم افتخار بکنیم و سر خود را قربان بکنیم و, و منافع ملی خود را بهش چنگ بزنیم و, و, و سرش باید کار بکنیم سر عقل خود سر خرد خود سر, سر سر آنچه که ما مشکل داریم خود را اصلاح بسازیم تازه کتابی را که رئیس قبلی پلان کرد گفت به نام حب الوطن تدریس شود در مکاتب حب الوطن او حب الوطن که ما خواندیم او قدر آیات و روایت و داستان هایی نداره که آن چه که ما میخوایم ایجاد بکنه در وجود شاگردا امی کتاب وطن یا حب الوطنه ما باید به شکل بروستر و تر نوشته کنیم یک متن محتوای قوی برش بیاریم الگوها و نمونه های عالی ایجاد بکنیم و ایره هم در دانشگاه هم در مکتب تدریس بکنیم یک نقطه نقطه دوم ما میگم اگر نفوذ ما کم هم باشه فرق نمیکنه ما میتونیم با نفوذ کم هم موفق باشیم در صورتی که شهروندای عاقل و دانا داشته باشیم مهم. از این رشد به نو... روی نفوذ یک مقدار جلوگیری شوه چون همین مهاجرت به روی زندگی به روی زندگی دور کم از کشور و فرهنگ باشه. باعث میشه ناهنجاری ایجاد میکنه ب... ببینید دانمارک به اندازه شهر کابل نفوذ داره ولی چقدر یک کشور پیشرفته است ما به این طریق امی ما امروز بیچاره پدر مادر رو میگیم جناب فرزندای شما ناخلفی میکنن کتاب نمیخوانن میگن او از کنترل ما بیرون است خب جناب تولدش که کنترل شما بود مگه آه. چه جبری بود بالای شما امروز 5 تا 6 تا فرزندی که در کوچه هر چه دلش میشه بکنه و شما نمیتونین به اون مدیریت بکنین به می شکل میتونیم یک مقدار کاهش بدیم و ما با این باور است که خدا روزیش میره آورده بره دیگه انداخته در کوچه گپ زدنم در این مورد کفر تلقی میشه ولی با همین کتاب و در واقع یک بازنگاه و بازتعریف به همه ابعاد و قضایای زندگی که اساتید ما پروفسورای ما و محققین ما باید امیر به عنوان یک خط قرمز خود در نظر بگیرن و امیر به عنوان یک مشکل شناسایی بکنن هنوز نمیفهمن که این ای یک مشکل است این رو به عنوان یک مشکل سر خط کار خود کسی قرار نداده که ما مردمای از خود بیگانه شدیم چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ اقتصادی از لحاظ دینی ترافیک دیگه رو میپذیریم از لحاظ سیاسی دیگه ترافیک داریم از لحاظ دینی دیگه ترافیک داریم از لحاظ جمعی دیگه داریم یک تعداد ما فقط افغان بلند میکنه که فقان غرب بلند میکنه هیچ هیچ کس... نگفتیم به این ای خاطر ما با رفتن به کانون های آموزشی ما و ایجاد یک تحول فرهنگی و علمی و نوشتن کتب جدید به عنوان خوراک فکری به شهروندای ما میتونیم اون ایده ای که ما میخوایم ایجاد بکنیم وگرنه ما همچنان به از خود بیگانگی به شرم میرسیم و تا جای شاید که امروز ما داریم کسایی را که خودش خانوادهش جامعهش فدای دیگه کس کرده رو خودش منافع کشورهای دیگه حرفش به منافع دیگر زندگیش به منافع دیگر اصلا هیچ چیزی برای خود نداره ام. و ما واقعا ما جای تاسف است که چه شده یادم در تلویزیون می گپ میزنه در کتابش هم اومده یندیشه را مطرح کرده چه شده همشهری خود خانواده خود توهین میکنه به خاطر فلان آدم فلان جای ما به مو ایده زندگی جمعی انوس نرسیدیم و دلیلش این که خب ما یک گذشته بسیار تلخی را تجربه داریم که غیر علمی بوده در سالها در سکوت مرگبار مثل که فردی را قبرستان باشه این شهروندا زندگی کردن سالیان بسیار متمادی و پس از او سالیان جنگ همچنان تانست بخش بزرگ دیگه را و ایران بکنه و تازه ما وارد زندگی جدید ما شدیم تیم از گذشته غیر علمی گفتین از گذشته مرگبار گفتین حالا این همه تاثیرات منفی گذشته مرگبار دیگر تو چی زمانی دامن خاط پیدا کرد حالا دیگر نباید متاثر شیم از گذشته ما دیگر با <applause> اونطور هست ما خودم تازه صد مقاله نوشته کردیم ولی این خانه به شهروندا میگیم که فقط جرأت نشر چند تای محدودش داریم دعمو هم با خیلی تهدید شدیم خیلی توهین شدیم خیلی متهم شدیم اینجا هنوز بسیاری از ایده و اندیشه قابل پذیرش نیست و دلیلش است که گفتم امی سرعت رشد آموزشی ما بسیار در سطح پایین بوده آگاهی و اقلانیت به او حد شش نکرده که یک کتاب شما خواننده داشته باشه مقالیتون خواننده داشته باشه و هنوز قال مدرسه و مکتب ما یک طرف هست زندگی جمعی ما دیگه طرف میگه کافر شدید یک از مشکلات ما همیست بعضی ها به مسائل دیگه آدم متهم میکنند و بعضی از دین خارج شده و بعضی ها انو توان فکری درک و اندیشه ها را به او حد ندارن اما هستن بخشی از, از شهروندان ما از استادای ما از مقیل ما که ما تا جای خبر دارم کتاب جدید نوشته میکنن با وجود همه اتهام و توهین و تحقیر و تکفیر ام. کارشان را ادامه میتن و ما ایرا به تمامی شهروندان میگیم که این کار ادامه داره و ما گرچه اگر به سرعت نشد به تندی نشد به کندی در او حدی توان داره تغییر هم اومده استاد این 15 سال گذشته تغییر یک مقدار که بتانیم مد به شکل نسبی یک تغییرات نسبی مشاهده میشه وقتی ما در سم بحث میکنیم در دانشگاه تعداد بلند در بین توده های خاص نه در بین عام خانه ما رو بعضی از دانشجوها میگیرن که شما چنین ایده تان چطور و چنان هست بله بله. ولی در عموم مجمع گرچند کم هستن کسایی که ایره در کردن و دفاع میکنن که نه این اندیشه درست است این اندیشه علمی ای است و در بین شهروندا بعضی هایی که درد زیاد دیدن درک پیدا کردن یک مقدار اونا هم هست ولی تعدادشون بسیار کم است و ما هنوز نیاز داریم این سفر را به سختی ادامه بدیم و جرأت و جسارت و انگیزه کار از دست ندیم و تا رسیدن به یک انقلاب علمی و فکری پس نیازی یعنی به قربانی از جناب مطمئنا ما تا بتونیم یک انقلاب علمی رو تجربه بکنیم شهروندای ما به خود بیان از دین تحلیل خود خودی داشته باشن البته عقلانی منظور ما این نیست که هر کس خود هر چه بکنه یعنی همو کسی که میتونه امرو باید قبول خودش برای تحقیق کنه خودش یک فرد 100 سال پیش یک رو در یک جای مطرح کرد امروز در همه جامعه کسی دیگه اومده که بسیار عالی از مطرح کرده اندیشه رو تحلیل نمیکنه فکر, فکر نیکم مطمئن هم هستم که امی کار به شما مشکل تر است چون آنچنان که شما گفتین دیگر شما میخواین که تا جایی که توانایی خودتان هست از دست خودتان برمی دیگر مردم را برسانین یا محصدین را برسانین یا قشر جوان را که همان و نیروی جمع هستند برسانین به مرحله خداگاهی و بعضا برمیخورین به بعض مخالفت ها دیگر شما هستین ای شما هستین که مبارزه هم میکنین و اونا را می که خداگوهی یعنی چی؟ مصبینا دیگه ای یک مسئولیت سنگین است تازه خانواده مخالفت خدا اعلان میکنه دوستان مخالفت خدا اعلان میکنن بسیار از نزدیک ها میان میگن شما شنیدیم چطور جن شنید شخص خودم کسی بودیم حتی پدرت میگه که قرار نکنه که میکشند واقعا جای تعجب است که یک کس نمیای به شما بگه بر مبنای این دلایل علمی و عقلانی این کارتون اشتباه است فقط میگه من شنیدم میگن شما چطور چنان کردین و اگه شما میگینم که میگن از کجاست مثلا یک بابه بسیار عالی و بزرگوار ریسفید اما او که نخوانده چیزی یک چیزی را گفته مم. یا یک گپ تو پخش شده دوستا به شدتی مخالفت ها را اعلان کرده میرن و در سنف بسیار به مشکل مواجه هستیم حتی وقتی که با یک دانشجو بس میکنین او در اداره نمیره شکایت کنه استاد اینی اندیشه را مشخص گو من مخالفش هستم میگه استاد مطلق کفر میگه این که کی ثابت کنه ما کفر گفتیم یا او کفر گفته ای بسیار دشوار است خیلی ممنون سپاسگزار از حضور جناب استاد امیر که دعوت پذیرفتین مهمان ما شدین خوش آمدین خیلی آمد. ممنون آمد.